نخست سرخط خبرها. کرونا دست بردار هرات نیست. 8 نفر دیگر به فهرست مبتلایان اضافه شدند. هشدار اداره آبرسانی به متخلفین: با افرادی که از خدمات آبرسانی به گونه غیرقانونی استفاده کنند برخورد خواهد شد. کمک 380 میلیون دلاری بانک جهانی به افغانستان. قسمتی از این کمک برای پهن کردن دسترخوان ملی در نظر گرفته شده است. آمار تخمینی ابتلا به کرونا همگانی شد. 10 میلیون نفر در افغانستان به این ویروس آلوده شدند. 5% مردم افغانستان مصاب وایرس کرونا شدند و مریضی در گذشتاندند. و خبر دیگر، اینکه دو انفجار نیرومند در لبنان پایتخت این کشور را تکان داد. منذ العام 2014 من حالا از تمام کشورهای دوست و برادر به طور عاجل می خواهم که در کنار ما ایستاده شوند و با لبنان کمک کنند تا زخمای عمیق خود را مرهم گذاری کند. و انتو ساعدنا على خانم ها و آقایان، سلام، وقت شما بخیر. به خبرهای این ساعت از تلویزیون شکات خوش آمدید. شما همچنین می توانید به گونه زنده و مستقیم همین اکنون از طریق وبسایت ما بیننده ی خبرها باشید. ریاست صحت عامه ولایت هرات اعلام کرده است که در جریان شبان روز گذشته 8 مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا از میان 12 مورد مشکوک شناسایی شده است. محمد رفیق شیرزاد، سخنگوی ریاست صحت عامه ولایت هرات، امروز تاکید ورزید که مجموع بیماران در هرات به 5667 نفر رسیده است که وضعیت 18 نفر آنان وخیم است. سخنگوی ریاست صحت عامه در ادامه تصریح کرد که مجموعاً 175 نفر قربانی این ویروس شده و 4300 نفر نیز بهبود یافتند. رئیس اداره آبرسانی ولایت هرات نسبت به استفاده غیرقانونی شماری از ساکنان این ولایت از خدمات آبرسانی انتقاد کرده و آن را چالش بزرگ برای آبرسانی به دیگر ساکنان عنوان کرده است. راتب حمیم، رئیس این اداره، به خبرگزاری اسنا گفته است که شماری از مشترکین بدون اینکه میترهای آب خود را ثبت اداره آبرسانی کنند به صورت غیرقانونی از خدمات این اداره استفاده می کنند. آقای حمیم این موضوع را چالش بزرگ برای خدمات رسانی به سایر مشترکین عنوان کرده و از تعرفه‌های سنگین در صورت شناسایی چنین افرادی خبر داده است. فعالان مدنی ولایت هرات نسبت به تضییع دستاوردهای 18 ساله با روی کار آمدن پیکارجویان طالب عمیقا نگران هستند. بصیر طاهری، فعال مدنی در ولایت هرات، به خبرگزاری اسنا گفته است هم دولت و هم پیکارجویان طالب نظر مردم را در قبال صلح نشنیدند. وی تاکید ورزیده است که اگر توافقی هم در این بین صورت بگیرد به مصلحت مردم نیست و مردم نیز نسبت به آن باور نخواهند داشت. و خاطر نشان ساخت که باید نقش زنان در مذاکره با پیکارجویان طالب پررنگتر باشد و آنها بتوانند از حقوق به دست آمده خود در این دو دهه دفاع کنند. ریاست زراعت ولایت هرات اعلام کرده است که تقاضا برای عسل هرات در سال جاری به صورت چشمگیری افزایش یافته است. سید معصوم سادات، عامل دامداری ریاست زراعت ولایت هرات، به خبرگزاری اسنا گفته است با مقایسه میزان تقاضای سال جاری و سال گذشته میتوان دریافت که عسل هرات بازار وسیع تر یافته است. و ای تاکید ورزید که عسل تولید شده در هرات کیفیت بسیار خوبی یافته و همین امر سبب شده تا در دیگر ولایات کشور نیز سفارشات بسیاری دریافت شود. بهاءالدین قادسی، یکی از اعضای شورای ولایتی بادغیس، به تلویزیون چکات گفته است دولت باید حقوق و امتیازات نیروهای امنیتی را به گونه درست پرداخت کند تا آنها نیز عملکرد خوبی برای دفاع از کشور داشته باشند. به این خاطر نشان ساخت که این نیروها گاهی در ابتدای ترین نیازها از جمله تامین غذا نیز با چالش های مواجه می شوند. مالات کو خشت توان مو دارن اینا خود مالات خود میکنن و در نوزه نیازمندی ها را که کوشش میکنن به موقع رفع شوه نیازمندی ها، ولی که چیزی که خواست پرسونل است و خواست قطعات است و 100% نیازمندی ها رفع نمیشه. در عرصه اکمالات و تجهیز و در عرصه نواشه و عباطه بیشتر از همه
سر و صداهای وجود داره، شکایت های وجود داره که افراد پلیس ملی و محلی و نادو سنگرا هستند به حساب از آشه و باطه خود شکایت های همیشه دائم وجود داره، به موقع اکمال صحیح نمیشه یک شکایت های وجود داره. وزارت صحت عامه یافته‌های سرشماری این وزارت از میزان ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان را نشر کرد که بر اساس آن 10 میلیون نفر در کشور به این بیماری مبتلا شدند. بر اساس این سرشماری 31.5% از شهروندان افغان به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این میان کابل با داشتن 53% بیشترین فیصدی را به خود اختصاص داده است. مجموعاً در تمام کشور در کل نفوس 31.5% نفوس افغانستان مصاب به وایرس کرونا شده. بر اساس تستای سیرولوژیک و یا رپید تستایی که سوی انتیبادی ها را در عین خون نشان میتن، این نشان میتن که 31.5% مردم افغانستان مصاب وایرس کرونا شدن و مریضی در گذشتاندن و ای در زونهای مختلف افغانستان متفاوت است. مثلا در کابل 53% تمام نفوس، در ولایات شرقی 42.9%، در ولایات مرکزی که کابل پروان و پنجشیر و کاپیسا شامل میشه بیشتر 36.3%، در ولایات غربی 34.1%، در ولایات شمال شرقی 32.4% و میشکل کمترین واقعات مصابیت در ولایات مرکزی مثل دایکندی و غور بوده که در روز به شکل طبیعی مفاصله ها مراد شده 21.1% مردم مصاب وایرس کرونا شدند. هیئت مدیره بانک جهانی دو بسته کمک مالی به افغانستان را برای کاهش اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا مورد تایید قرار داد. ارزش این دو بسته کمکی 380 میلیون دلار اعلام شده است که بودجه برنامه دسترخان ملی را نیز در بر می‌گیرد. این در حالی است که حدود دو هفته پیش طرح برنامه دسترخان ملی از سوی مجلس نمایندگان رد شد. در حالی که مجلس نمایندگان افغانستان دو هفته پیش طرح برنامه دسترخان ملی حکومت را رد کرد، اما بانک جهانی بودجه این برنامه را عهده‌دار شده و آن را مورد تایید قرار داده است. بر علاوه این، بانک جهانی دو بسته کمک مالی به افغانستان را به ارزش 380 میلیون دلار که برنامه دسترخان ملی هم شامل آن است را تایید کرده است. طبق اعلام بانک جهانی 280 میلیون دلار از بسته کمک‌های جدید این بانک برای تمویل پروژه کمک برای خانواده‌های متأثر از ویروس کرونا در نظر گرفته شده است. بانک جهانی اعلام کرده که این پروژه حدود 2.9 میلیون خانواده را در سراسر افغانستان پوشش خواهد داد. پروژه کمک به خانواده‌های متأثر از شیوع ویروس کرونا متمم برنامه دسترخان ملی است که از سوی حکومت طرح شده و با حمایت بانک جهانی اجرایی می‌شود. بانک جهانی گفته است که انتظار می‌رود از این برنامه حدود 90% خانواده‌های نیازمند که درآمد روزانه‌شان کمتر از 2 دلار است بهره‌مند شوند. بسته دوم کمک بانک جهانی به افغانستان 100 میلیون دلار است و برای کمک اضطراری به زراعت و تأمین غذایی اختصاص یافته است. ارگلی جمهوری افغانستان نیز اعلام کرده است که تأمین مالی این برنامه توسط بانک جهانی انجام خواهد شد و هدف از آن کمک رسانی به خانواده‌های نیازمند در دوران همه‌گیری ویروس کرونا در کشور است. این در حالی است که مجلس نمایندگان در حدود دو هفته پیش این برنامه را با اکثریت آرا رد کرده بود. نمایندگان مجلس بر این باورند که این برنامه شفافیت لازم را ندارد و دولت نمیتواند با اجرای این برنامه به مردم نیازمند کمک کند. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است که در شبان روز گذشته تنها 6 مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا در این کشور گزارش شده و مجموع قربانیان به 1294 نفر رسیده است. در اعلامیه این وزارتخانه آمده است که با ثبت 47 مورد جدید بیماری کرونا، شمار مجموعی بیماران مبتلا به این ویروس در افغانستان به 36829 نفر افزایش یافته است. در اعلامیه وزارت صحت عامه همچنین آمده است که برآوردهای ابتدایی نشان می‌دهد که 30% مردم این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. بر اساس این برآورد، تعداد واقعی مبتلایان به کرونا در افغانستان به 10 میلیون نفر می‌رسد. مسئولان کوپراتیف پرورش ماهی آمو در ولایت قندوز از افزایش چشمگیر مراکز پرورش در این ولایت خبر می‌دهند.
به گفته مسئولان مراکز ساخته شده در مرکز و سایر ولسوالی های این ولایت نتایج بسیار خوبی داشته و بیش از 1100 نفر نیز صاحب شغل و کار شدند. آنها در ادامه تصریح کردند که هر مرکز پرورش ماهی در یک جریب زمین ساخته می شود و نزدیک به 2000 ماهی را پرورش می دهد که پس از 6 ماه آماده فروش خواهند شد. در این حال اداره زراعت ولایت قندوز نیز اعلام کرده است که در همکاری مشترک با کوپراتیف پرورش ماهی آمو 140 هزار ماهی کوچک در 150 مرکز پرورش توزیع کردند. عبدالولی حصارک مدیر زندان ننگرهار از سمتش برکنار و به دادستانی معرفی شده است. اداره تنظیم امور زندانها اعلام کرده که سالم محمد شیرزی به عنوان مدیر جدید زندان ننگرهار گماشته شده است. این اقدام پس از حمله دو روز پیش گروه داعش به زندان ننگرهار صورت گرفته است. در این حمله 11 عضو گروه داعش دست داشتند و در آن 29 نفر کشته و 48 نفر دیگر زخمی شدند. گفته می شود نزدیک به 300 زندانی که عمدتاً اعضای گروه داعش بودند از زندان ننگرهار فرار کردند. پلیس میگوید 11 محافظ محبوب الله قفاری معاون پیشین شورای ولایتی بغلان در پی انفجاری در شاهراه بغلان سمنگان کشته شدند. جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان گفت که این رویداد بعد از ظهر امروز در منطقه چشمشیر رخ داده است. با گفته او موتر تعقیبی معاون پیشین شورای ولایتی بغلان با ماین جاسازی شده از سوی پیکارجویان طالب برخورد کرده است. سخنگوی پلیس بغلان افزوده که در این رویداد به محبوب الله غفار یا سیبی نرسیده است. وزارت خارجه افغانستان اعلام کرده است که در دو نشست مجازی که روز گذشته در این کشور برگزار شد، بیش از 40 کشور و سازمان بین المللی خواستار آغاز بیدرنگ مذاکرات بین الافغانی شدند. در خبرنامه وزارت خارجه آمده است که شرکت کنندگان در این نشست بر لزوم حفظ دستاوردهای 19 ساله مردم افغانستان تأکید ورزیدند. همچنین گفته شده است که نمایندگان این شرکت‌ها و سازمان‌ها از تداوم روند صلح برابری دولت افغانستان حمایت کرده و با برگزاری لویجرگه مشورتی برای رهایی 400 زندانی طالب موافق هستند. بینندگان گرامی، پس از میان برنامه یک کوتاه با ادامه خبرها در خدمت شما خواهیم بود. در نتیجه انفجار ذخیره‌گاه 2750 تنی آمونیوم نایتریت در بندر بیروت پایتخت لبنان 78 نفر کشته و حدود 4000 نفر هم زخمی شدند. مقام‌های لبنانی تایید کردند که عده زیادی در این انفجار هنوز ناپدیدند و احتمال دارد که تلفات افزایش یابد. در عین حال نخست وزیر لبنان از کشورهای خارجی خواسته است که در کنار لبنان بیستند. شام دیروز دو انفجار بزرگ در بیروت پایتخت لبنان رخ داد که تمام بندر، مرکز شهر و اطراف آن را تکان داد. وزارت صحت عامه لبنان مرگ دستکم 78 نفر بر اثر انفجار شدید در بیروت را تایید کرده است. حدود 4000 نفر هم بر اثر انفجار مجروح و راهی بیمارستان شدند. این انفجارها روز گذشته پایتخت لبنان را در حالی تکان داد که صدای آن تا 240 کیلومتر دورتر شنیده شده و حدود 10 کیلومتر اطراف خود را آسیب رسانده است. با این حال نخست وزیر لبنان رسیدگی به وضعیت زخمیان را اولویت حکومت خوانده و از کشورهای خارجی خواسته است که در کنار لبنان بایستند. نخست وزیر لبنان با ابراز نگرانی نسبت به این موضوع گفته است: لن یمر من دون حساب. امروز یک روز حزین است. بیروت رنج دیده، لبنان را فاجعه زده. این یک مصیبت ملی می باشد.
تصاویری که ما میبینیم نمایانگر بزرگی این تراژدی میباشد و اینکه یک فاجعه در لبنان رخ داده. بیروت غم‌زده است و تمام لبنان به یک مصیبت روبرو میباشد. من حالا از تمام کشورهای دوست و برادر به طور عاجل میخواهم که در کنار ما ایستاده شوند و با لبنان کمک کنند تا زخمای عمیق خود را مرهم گذاری کند. و انتو ساعدنا على بلسمة جراحنا العميق. مقام های لبنانی پس از این انفجار روز چهارشنبه را عزای عمومی اعلام کرده و حدود 66 میلیون دلار بودجه فوری را برای رسیدگی به این وضعیت در نظر گرفتند. مشاهده فیلم های عجیب و غریب این انفجار در شبکه‌های اجتماعی موجی از گمانه‌زنی را در میان افراد مختلف در خصوص دلیل این حادثه پدید آورد. دونالد ترامپ پس از مشاهده فیلم های اولیه این رویداد استدلال کرده دلیل این انفجار یک حمله احتمالی بوده است. ترامپ در نشستی ضمن ابراز آمادگی واشنگتن برای کمک به دولت لبنان گفته است: Hundreds more were very badly wounded in a large explosion in Beirut. به نظر می رسد که انفجار بیروت یک حمله وحشتناک باشد. سران نظامی آمریکا ارزیابی کردند که به نظر می رسد انفجارهای بیروت ناشی از یک حمله یا یک بمب باشد. این در حالی است که بسیاری از کشورها از جمله افغانستان نسبت به این رویداد واکنش نشان داده و با دولت و مردم لبنان ابراز همدردی کردند. در پایان مرور دوباره بر سرخط خبرها. کرونا دست بردار هرات نیست. 8 نفر دیگر به فهرست مبتلایان اضافه شدند. هشدار اداره آبرسانی به متخلفین: با افرادی که از خدمات آبرسانی به گونه غیرقانونی استفاده کنند برخورد خواهد شد. کمک 380 میلیون دلاری بانک جهانی به افغانستان: قسمتی از این کمک برای پهن کردن دسترخوان ملی در نظر گرفته شده است. آمار تخمینی ابتلا به کرونا همگانی شد. 10 میلیون نفر در افغانستان به این ویروس آلوده شدند. 5% مردم افغانستان مصاب وایرس کرونا شدند و مریضی در گذشتاندن. و خبر دیگر این که 2 انفجار نیرومند در لبنان پایتخت این کشور را تکان داد. منذ العام 2014. من حالا از تمام کشورهای دوست و برادر به طور عاجل می خواهم که در کنار ما ایستاده شوند و با لبنان کمک کنند تا زخمای عمیق خود را مرهم گذاری کند. و انتو ساعدنا على بینندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضورتان شد. شما می توانید 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و بخصوص مهمترین خبرهای حوزه جنوب غرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیون چکاد دنبال کنید. در هر جای جهان که زندگی می کنید، بدون محدودیت زمانی و مکانی می توانید با مراجعه به وبسایت تلویزیون چکاد بیننده برنامه های ما باشید. سپاسگزارم از این که بیننده خبرها از چکاد بودید. وقتتان خوش. خداوند نگهدارتان.